بودم آروم جونم واسط میمونم. دل نگرونم اگه نباشی بدون چشمات مگه میتونم. خودت میدونی عشق دیگه ای توی قلب من جایی نداره. نمیشه بگذرم از تو و عشقت، دلم اسیر رهایی نداره. بود و نبودم همه وجودم آروم جونم واسط میمونم. دل نگرونم اگه نباشی بدون چشمات مگه میتونم. خودت میدونی عشق دیگه ای توی قلب من جایی نداره. نمیشه بگذرم از تو و عشقت، دلم اسیر رهایی نداره. خب بود همین رو بر من خوندین الان؟ نه شما بر من بخوندین. آدم مورد توجه واقع میشه و کیف داره. خیلی رشید پورم بر ما بخونن دیگه. میخونم تو عزیز دل. خانم آقایون، در خدمت کامران و شهرام و بهراد هستیم. بهراد بهزادپور سمت چپ، شهرام یوسفی سمت راست. عجب اینا پینگ پونگی بازی کردن، اصلا در حد بوندسلیگا یک آواز خوندن برای من و این ترانه رو تقدیم کردن به من و ما سه تا رفیق خیلی دسته گل. اجازه بدین بهراد، شهرام. شهرام سلام. ده بی سی چه شهرام سلام کنه اول. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای محترمتون و بینندگان عزیز، تمام هممیهنای خودم، و سال نو رو تبریک میگم. انشالله که سال خوبی داشته باشه. انشالله. شما از کی فهمیدی که جناب شهرام یک زوج هنری بسیار مناسب برای صدای شماست؟ بله والا، من یه روز توی استدیوی بودم، جناب شهرام خانم تشریف آوردن. صاحب استدیو بودن ایشون؟ نه، ایشون تشریف آوردن واسه کار ریکورد. برای کار ریکورد از دیپلمش چی میشه؟ ریکورد میشه ضبط. ضبط، خب. بله. بعد من تو نگاه اول فهمیدم که اصلا، یعنی با یک نگاه فهمیدی. تو همون نگاه اول بعد از زمان توضیح صدا رو چجوری از رو نگاه فهمیدی شما که به صدا شما؟ میگن که کلا من اصلا نگاه که کردم فهمیدم که ما مچه. یه تاتو نگاه میکنی کار من ناه کردن است. جان به فدای چشم. این چه زوج هنری مناسبیه. شما چرا سلام نکردی اول گفتگو؟ سلام کنید ببینم. بله، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاراتون و بینندگان محترم. سال نورم تبریک میگم، امیدوارم که روزهای قشنگی پیش روشون باشه. الهی آمین. بعد بهراد چند سالشه؟ من متولد 1362 هستم. شهرام؟ من 63. یعنی یک سال اختلاف سنی؟ نه یک سال نیست، من اسفند ماه هم ایشون اردیبهشته، یه 3 ماه بودن تفاوتش. 3 ماه؟ من چرا از اونوری حساب نکرد 11 ماه بشه از اینور حساب کردی؟ اونجوری دیگه خیلی برعکس میشه دیگه. چند تا برادر خواهری؟ من یه برادر دارم، یه خواهر دارم. تو چی؟ منم یه برادر دارم، یه خواهر کوچیک دارم. در ساعت چند روز با همین؟ والا اکثر اوقات با همین. خواستم بپرسم در روز چند ساعت با همین؟ در روز چند ساعت با همین؟ والا ما از خواب که بیدار میشیم با همین تا وقتی میخوام بخوابیم. ایداد بیداد. شما دو نفر به اینم حساسن که بگن بهراد و شهرام یا شهرام و کامران؟ این سوالو از ما خیلی میپرسن که چرا مثلا یا مثلا اینجا آهنگو چرا شما نمیخونی اصلا. ولی ما اصلا واقعا مثلا من دقت کردم همین ترانه‌ای که شما خوندی جاهای خوشگلش ایشون داشت میخوند. بله، یعنی هر چه قسمتایی که مثلا آدم اعصابش خرد بود و تو میخوندی، اون جاهایی که خیلی قضیه عاشقانه میشد تو. آخه شهرام خودش هم قشنگتره به خاطر همون چه جاهای قشنگتره کلا لوازم اینجا بهراد فداکاری بهراد بود. ترانه این کارو کی خونده بود؟ کی گفته بود؟ بله ترانه مال من بود. واقعا ترانه سرام هستی پس؟ ما من و شهرام همه کارامون رو خودمون انجام میدیم. ترانه آهنگ، یعنی لباساتون رو خودتون میشونین؟ خودتون لباسا خونمون رو خودمون جابجا خونارو خود. آهنگا رو کی میسازه؟ آهنگا رو ملودیا رو با هم میسازیم، تنظیما رو من. رو جل زدین که خواننده بهراد و شهرام؟ نه شهرام بهراد، حالا فرق نمی ما کلا شهرام بهراد همه ما رو میشناسن. سایتمون هم شهرام بهراد هستیم کلا. این اول ایشون؟ بله. چون یه سال ازت بزرگتره، کوچیکه. خب چرا این کار؟ نه منطق این که اسم ایشون اینجوری جا افتاد، همه چرا ما رو صدا کردن؟ تو باید مقاومت کنی. من الان احساس کردم تو خیلی تو این قضیه داری کوتاه میای، یعنی هر چی قسمت من از بچگی اجحاف در حق زیاد شده. آها ببین، این بچه نمیتونه به اعتراض کنه. من فهمیدم دارن همش همش میگن بدون رو در وایسی شما. دیدین که کار بعضی زوجهای هنر برگشتین اصلا کلا الان ورق برگشتین. سوال انتقادی میخوام بپرسم، میخوام بدونم که دیدین که کار این زوجهای هنری گرفته؟ شما گفتیم ما یک زوج هنری تشکیل بدیم یا همینجور اتفاقی گفتیم شهرام بهراد باشیم؟ نه ببینید، چون
میتونم مهمترین دلیلش رو این بگم که اول اینکه ما بیشتر جذب شخصیت هم دیگه شدیم، یعنی دیدیم از لحاظ اخلاقی خیلی جذب شخصیت هم دیگه. هر روز بعد از اون بریم کافی شاپ قهوه بخوریم، چه ربطی نداره. آخه تو کار دیگه کارمون هم دیدیم مشترکه، دیدیم که میتونیم یه کار نو ارائه بدیم. بعدم تو ایران خیلی نو نیستش که این همه آدم قبل شما دو نفری خوندن. ببینید چرا مثلا حالا کشور غیر از ایران گروه کلا زیاده، گروه های خواننده اصلا در دنیای موسیقی گروه اتفاقا خیلی بیشتر بولدتر نسبت به افراد. آره دقیقاً. ولی تو ایران مثلا گروه خواننده کم بوده. نبوده. آره خیلی کمه. یا مثلا چرا من و امیر شجاعی قبلا دو سه تا کار مشترک با هم کردیم. بعد ایشون میخواد نیز انتقاد میکنه شما قبلا. حالا شما کار ما نگرفت. هر چه سی دی دادیم شیکوندن. چجوری شده کار شما گرفته؟ الان تو این تعریف ادامه بدیم با هم. چه کلوزی اصلا دلم نمیاد دیگه حرف بزنم. یه چند ثانیه شما تصویر کلوز منو فقط مثلا یه ترانه رو شما دارید ارزیابی میکنید که کجاشو کی بخونه، میگی مثلا صدای تو اینجوریه اینجاشو بخون، یا میگه من اینجاشو بهتر میتونم بخونم، چه جوری به این نتیجه میرسین کجاشو کی بخونه؟ زیاد به هم چیزی نمیگیم که اینجاشو کی بخونه، یعنی اصلا ناخودآگاه شکل میگیره. این احساسیه، یعنی حسی که ما با اون برقرار میکنیم با اون ترانه و با اون ملودی، اون خیلی کمک میکنه. اون اصلا خودش میبره تو مسیر، یعنی میگه که اینجا رو کی باید بخونه، اینجا رو کی باید بخونه. آفرین. کاملا متوجه نشدم اصلا چجوری به نتیجه میرسیم، ولی حالا یه چیزی گفتیم دیگه. واویلا 4 دقیقه هم مونده. خب تو این 4 دقیقه میتونیم که یه آپولو دیگه هوا کنیم، یه کاری بکنیم، یکی از اون ترانه هاتون که دو نفری الان بکنیم سه نفری. سه مصرعش رو به من بگو، سه مصرعش این، سه مصرعش تو با هم دیگه بخونیم. پایه این بس میشه عطل مثل شهرام کامران بهراد. بله شهرام کامران بهراد. یه کاری با هم میخونم بعد میریم یه قطعه ازش رو میشنم. یه شعر بگیم. والا جای تو خالیه کاش بودی پیشم. خب اینو تو میگی؟ بله. جای تو خالیه. من چی میگم؟ اگه نباشی دیوونه میشم. اگه نباشی دیوونه میشم. اینجوری اگه نباشی دیوونه میشم. نه من فقط اینجوری که خودم گفتم. خب اینجوری من پس بعد رو طبق شما بخونم. آره من هر جوری که خودم دلم بخواد. اگه نباشی دیوونه میشم. بله واسط میمونم قدرتو میدونم عزیزم. تو چی میگی؟ همین دیگه. این تکرار میشه. تکرار. پس من فقط شدم اگه نباشی دیوونه میشم. سه بچه پشت صحنه هیچکی فلک نزنه. همتون به به چه چه کنین تو دلتون. 3 2 آماده این بچه ها؟ بله حتما. میتونیم یعنی؟ یک برو. جای تو خالی کاش بودی پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم. واسط میمونم قدرتو میدونم عزیزم. جای تو خالی کاش بودی پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم. واسط میمونم قدرتو میدونم عزیزم. اگه نباشی من همین الان به شما پیشنهاد آلبوم دو رو میدم. جان من آلبوم دو رو با آقای رشید پور استارت بزنیم. نظر من کارمون میگیره. ما به توافق هم رسیدیم بچه ها. دستا قشنگ این جریان اون نگاه اوله همین بوده. یه نگاه من اولین بارم این دوتا دست گل رو دیدم. دست کمی بیارم. خیلی کارشون خوبه، جدا شوخی خیلی لذت بود. یه کار کلیپی ازشون ضبط کردیم، قرار بریم اونو ببینیم، ببینیم دو نفری چیکار کردن تو استودیو بغل. کاش بودی پیشم، مگه نباشی دیوونه میشم.
وقتی رفتی دلی که عاشقت شده خیلی بد کردی با من دلت از سنگ و هم رفتی و چشم را هم چشم را هم اگه نگفتی بهت عادت کردم من ساده رو بگو باور کردم از خاطر تو از همه چی گذاشتم تنهام گذاشتی با خاطرات آخه چشم را هم برگردی فکر نمی کردم که برنگردی برنگردی برنگردی